به نام خداوند رنگین کمان، خداوند بخشنده مهربان، خدایی که از بوی گل بهتر است و از بوی باران صمیمی‌تر است. خدایا به ما مهربانی بده، دلی ساده و آسمانی بده. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه بازرگانان آرادی، تاجرای غیر آرادی، دانشگاهیان، دانشجویان محترمی که پیگیری میکنن کلیپ های من رو، پخش زنده ها رو، و همواره با پیام هاشون منو مورد عنایت و لطف خودشون قرار دادن. امیدوارم بتونم حق مطلب رو ادا بکنم. همونطوری که مستحضرید، در هفته های اخیر ما به دو دسته از بازارهای بزرگ دنیا اشاره میکنیم و تمرکزمون بیشتر روی بازارهای جدید و نوظهوره. خب سال هاست که ما ارتباط سیاسیمون، ارتباط نزدیک بازرگانی و اقتصادیمون با کشور صاحب تمدن بزرگ مصر باستان به شکلی که قبلا بود نیست و متاسفانه به دلیل دخالت‌های نابجای کشور امریکا و کشور قاصب فلسطین اشغالی این ارتباط به پایین‌ترین سطح خودش رسیده، در حالی که در از زمان باستان تا کنون اینطوری نبوده و ارتباط ایران و مصر یه ارتباط سیستماتیک، ارتباط استراتژیک و صمیمی و قدیمی بوده. و شاید باورتون نشه که ایرانی‌ها خدمت‌های بزرگی کردن به کشور مصر و خصوصاً اقتصاد مصر. حافظ در یکی از ابیات خودش میگه بنده پیر خراباتم که لطفش دائم است، ورنه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست. دقیقاً میشه اشاره کرد، این موضوع رو میشه بستش داد به رابطه ایران و مصر و آمریکا با مصر. اینی که کشور مصر خیلی تحت سلطه امریکاست و خیلی از امریکا حرف شنوی داره و خیلی سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی خودش رو با سیاست‌های آمریکا همیشه هماهنگ می‌کنه، به خاطر کمک‌های سالی بین 4 تا 10 میلیارد دلاری بلاعوضیه که این کشور به مصر میکنه، آمریکا. و این کشور این کمک ها رو به این خاطر از مصر میگیره که یه جورایی مصر بتونه یک حامی غیر مستقیمی از اسرائیل باشه و این رژیم قاصب و جنایتکار اسرائیل رو یه جورایی غیر مستقیم حمایت بکنه. و ما دیدیم، حتی در این جنگ غزه هم دیدیم که اونطوری که مردم دنیا انتظار داشتن از کشوری که در زمان جمال عبدالناصر خودش رو رهبر ناسیونالیسم خلق عرب میدونست، نتونست اونطور که باید و شاید از مردم مظلوم غزه دفاع بکنه و از این کشتار بیرحمانی زن و بچه های مردم جلوگیری بکنه. به چه خاطره؟ به خاطره که امریکاییان ناراحت نشن. موضعی نمیگیره مصر به خاطر اینه که کمک‌های مالی امریکا کم و زیاد نشه، نوسان پیدا نکنه. اما بزرگترین کمک اقتصادی دنیا به مصر رو ایران کرده، زمانی که کمبوجیه دستور حفر کانال سوئز رو داد. از اون تاریخ تا حالا کشور مصر از این کانال داره درآمد میکنه و حق کشتیرانی رو داره میگیره. این ایرانی ها بودن که این کانال رو حفر کردن، افتتاح کردن، شروع به کار کردن، مرور و عبور و مرور کشتی ها رو آسون کردن. اما خیلی از مصری ها نمیدونن، شاید خیلی از ایرانی ها هم ندونن، جمهوری عربی مصر یک کشور فراقاره ایست، همونطوری که ترکیه هست و همونطوری که روسیه هست. در گوشه شمال شرقی افریقا و شبه جزیره سینا که در
گوشه جنوبی غربی آسیا قرار داده شه، به جزیره سینا رو میگم، قرار گرفته. این کشور با دریای مدیترانه مرز داره، از شرق خودش با نوار غزه و فلسطین اشغالی هم مرزه، از شرق باز با دریای سرخ یا دریای احمر ارتباط داره، از جنوب همسایش کشور سودانه، از غرب به لیبی میخوره و خلیج عقبه در شمال شرقی مصر اردن رو از مصر جدا میکنه، عربستان سعودی رو از مصر جدا میکنه، یه خلیج عقبه باشه به جزیره عربستان فاصله داره. قاهره پایتخت و بزرگترین شهر مصر است، مهمترین قطب صنعتی کشور مصر در همین قاهره است. کشور مصر بالای 100 میلیون نفر جمعیت داره که حالا آمار دقیقش میگم خدمتتون، 14 کشور پر جمعیت دنیاست و 3 کشور پر جمعیت افریقاست و در افریقا نقش مهمی به خاطر وجود رود نیل در این کشور داره و رود نیل که از دریاچه ویکتوریا در کشور اوگاندا سرچشمه میگیره، خاک مصر و اتیوپی رو طی میکنه و به دریای مدیترانه میرسه. خب مصر یکی از طولانی ترین تاریخ ها رو در بین کشورها داره، یعنی اگر به تمدن باستان برگردیم فقط تمدن‌های آمریکای جنوبی مثل تمدن مایا، آستک و کومانچی ها هستن که از تمدن مصر باستان قدیمی ترن، وگرنه تمدن مصر باستان حتی از تمدن ایران و عربستان هم یه مقدار زیادی قدیمی تره. خب مصر در امتداد دلتای نیل به 6000 تا حدود 7000 سال قبل از میلاد مسیح برمیگرده که مهد تمدن بوده، جوری که در زمان رامسس دوم پزشکی به نام سینوهه در این کشور جراحی مغز انجام میداده. حتی بقایای اجسادی که در مقبره‌های مصر الان یافت میشه آثاری از پروتزهای فلزی مصنوعی به جای جمجمه افراد رو ما می‌بینیم که در مصر توسط این پزشک بزرگ مصری کار گذاشته شده و سینوهه نشون میده که در اون زمان دانش مردم مصر چقدر بالا بوده، مخصوصا تو امور عمرانی هم اگر بیایم نگاه بکنیم و اهرام ثلاثه رو نگاه بکنیم، مجسمه ابوالهول رو نگاه بکنیم، میبینیم در بحث ساختمان سازی و بحث تمدن سازی هم کشور مصر سبقه تاریخی بسیار زیادی داره. مصر شاهد برخی از اولین هاست، اولین نوشتن ها، اولین کشاورزی ها، اولین شهرنشینی ها، اولین مذهب سازمان یافته. اگر اولین مذهب سازمان یافته رو ما کلمی ها حساب بکنیم، از مصر شروع شد، از زمانی که حضرت موسی از نیل عبور کرد و خودش رو به سرزمین کنعان رسوند. مصر مرکز اولیه و مهم مسیحیت بوده، ولی بعد از قرن هفتم مصر اسلام رو پذیرفت. قاهره در قرن دهم میلادی پایتخت خلافت فاطمیون بود که همزمان با عباسیان خلافت میکردن، اما در قرن سیزدهم مصر پایتخت خودش قاهره رو حفظ کرد، ولی سلطنتی به نام ممالیک اومد و حکومت رو در مصر به دست گرفت. اما در سال 1517 کشور مصر توسط عثمانی ها فتح شد و عثمانی ها کشور مصر رو گرفتن. خب بعد از اخراج فرانسوی ها در سال 1805
توسط محمد علی پاشا فرماندار نظامی آلبانیای تبار ارتش عثمانی در مصر یه ارتشی تشکیل شد و محمد علی ممالک خیلی قتل عام کرد و حکومت رو گرفت و یه سلسله ای رو ایجاد کرد. ولی کار بعدی که کرد اینه که اقتصاد مصر رو تک محصولی کرد روی کشاورزی و کشت پنبه. اینم خدمت شما بگم اولین کشوری که به جز خود مصری ها مصر رو فتح کرد پادشاه دوم ایران در زمان هخامنشی بود به نام کمبوجیه پسر کوروش که مصر رو فتح کرد و قصد فتح کشورهای فعلی مثل لیبی، مراکش و غرب شرق افریقا رو داشت و بخشی از افریقا رو داشت که متاسفانه 50,000 سرباز ایرانی به فرماندهی دیانوش پسر کمبوجیه در صحراها و کویرهای بین مصر و مراکش و لیبی امروزی گم میشن و تا همین 5-6 سال پیش اینا مفقود الاثر بودن، تا اینکه همین 5-6 سال پیش بود که بقایای اجساد این سربازان هخامنشی پیدا شد. خب محمد علی ممالی که سال 1820 این کار رو کرد و اقتصاد مصر رو تک محصولی کرد و گفت ما فقط پنبه تولید میکنیم مصادر میکنیم، تونست به بازارهای بخشهایی از عربستان و آناتولی رو به دست بیاره، حتی بخشی از خاک اینجا رو زمینی خودش کرد. اما در سال 1841 کشورهای اروپایی مخصوصا ناپلئون بناپارت از ترس اینکه مبادا موجب سرنگونی دولت عثمانی بشه این حکومت مصر، کاری کردن که محمد علی ممالیک و جانشینانش بخشی از فتوحات خودشون رو مجدداً به عثمانی ها واگذار بکنن. و ولی خیلی آدم جاه طلبی بود آقای این پادشاه، اون صنایع مصر رو در زمان خودش مدرن کرد، سیستم کانال های آبیاری پیشرفته‌ای رو برای مصر به وجود آورد، نظام حمل و نقل رو در مصر بسیار ساماندهی کرد، یک کشور نظامی به وجود آورد، 4% کل جمعیت مصر رو آورد در خدمت ارتش که شباهت زیادی به ارتش‌های بعداً سال‌های بعد کمونیستی داشت. این آقای محمد علی پاشا ارتشی رو از مصر درست کرد که بر اساس سنت ارتش مصری تشکیل شده بود و بعد بهش ارتش مدرن تبدیلش کرد و بسیار قوی بود تا اینکه ایشون فوت کرد و پسرش ابراهیم در سال 1848 پادشاه شد. چند ماه بیشتر حکومت نکرد، نوش عباس اول در همون سال 1948 مباشرتاً پادشاه شد. 6 سال بعد پسر عباس اول سعید در سال 1854 پادشاه شد و اسماعیل پسر سعید در سال 1863. طول این پادشاهی های سلسله ممالک در مصر خیلی کوتاه بود، ولی عثمانی باقی موندن، یه بخشی از عثمانی اینا همشون باقی موندن. کانال سوئز رو در این سال علارغم اینی که کانال اولیه رو درست کمبوجیه ساخت ولی توسط فرانسوی ها بازسازی شد، پهن شد، در سال 1869 کانال سوئز تکمیل شد، منابع مالیش توسط بانک های اروپایی تأمین شد. کدوم بانک اروپایی اومد پول داد و کانال سوئز رو تکمیل کردن؟ خیلی جالبه بدونید که یه روزی که کشور انگلستان رو براتون توضیح میدادم گفتم که یک خانواده به نام روتشیلد ها که یک خانواده یهودی هستن و همه بانک های دنیا رو اداره میکنن و همه بانک های اروپایی رو اداره میکنن، توسط این خانواده یهودی متاسفانه اعتبار بازسازی مکانیزه سازی کانال سوئز تکمیل شد و همین رولچیلد ها، همین یهودی ها در سال 1875 کاری کردند که اقتصاد مصر ورشکست شد و بعد اومدن چیکار کردن؟ گفتن اگر میخواد شورش گرسنگان صورت نگیره و حکومتتون آقای مصر سقوط نکنه، بیایید و کانال سوئز رو کل سهامش رو بفروشید. به کی؟ کل سهام فروختن به انگلیسی ها.
همون خانواده یهودی که در انگلیس نشستن و خیلی از جهان رو مدیریت میکنه. و بدین ترتیب مصر از ورشکستگی نجات پیدا کرد. اما کانال سوئز تا 3 سال تمام در اختیار مصر قرار گرفت و بعد از اونم یه کاری کردن که بیماری‌های همه‌گیری وارد کشور مصر شد، سیل اومد، جنگ شد، رکود اقتصادی پیش اومد، بدهی‌های خارجی مصر زیاد شد، وابستگی زیاد شد و همین امر هم باعث شد که این کشور توسط امپراتوری بریتانیا اشغال بشه و در سال 1922 یک سلطنت توسط ملک فاروق ایجاد شد. ملک فاروق یه دختری داشت به نام فوزیه که این فوزیه به عنوان اولین همسر پهلوی دوم شناخته میشه و چون فوزیه بچه دار نشد طلاق گرفت و بلافاصله به مصر مراجعه کرد و با یه جنرال مصری هم ازدواج کرد. اما یه انقلاب تقریبا ناسیونال سوسیالیستی در مصر در سال 1952 اتفاق افتاد. یک جنرال بسیار محبوب در کشور مصر به نام جمال عبدالناصر که در خیلی کشورهای عربی به نام رهبر ناسیونالیسم خلق عرب شناخته میشه به وجود اومد. اما این رهبر ملی مصر که قصد آزاد کردن فلسطین اشغالی رو داشت متاسفانه مورد خیانت قرار گرفت، از سمت دو تا از نزدیکان خودش مورد خیانت قرار گرفت. یکی دامادش بود که تاریخ حمله مصر رو به اسرائیلی ها اعلام کرد و اسرائیلی ها تونستن با کمک هواپیماهای فانتوم ایران و F-14 ایران و کمک محمد رضا پهلوی تونستن چندین کشور رو عربی رو در هم بکوبن و شکست سختی به مصر بدن. مصر کانال سوئز رو از دست داد، 2/3 صحرای سینا رو از دست داد و مجبور شد که عقب نشینی کنه. خب مصر از سال 1948 که اسرائیل قاصب اومد در فلسطین، جنگاش با فلسطین اشغالی و با اسرائیل قاصب شروع شد. 1948، 1956 و جنگ 6 روزی معروف 1967 و 1973. 1973 دیگه جمال عبدالناصر وجود نداشت. انور سادات جانشین عبدالناصر بود که شایعه کرد ناصر سکته کرده، در حالی که با قهوه مسموم انور سادات از بین رفت و انور سادات رئیس جمهور مصر شد. بعد از انور سادات حسنی مبارک اومد. بعد از حسنی مبارک در انقلاب بهار عربی محمد مرسی که نزدیک بود به اخوان المسلمین اومد حکومت رو در دست گرفت، ولی حکومتش بیشتر از 1 سال طول نکشید. بعد از اینی که سفری به تهران داشت، بعد از برگشتش از تهران یک کودتای نظامی توسط جنرال سیسی انجام شد و الان هم جنرال سیسی رئیس جمهور مادام العمر مصر هست، مثل این که مثلا مثل آقای پوتینه. در سال 1978 بعد از چندین دوره جنگ عرب با اسرائیل، متاسفانه اسرائیلیا پای میز مذاکره با فلسطین اشغالی با این کشور قاصب نشستن و پیمان کمپ دیوید رو امضا کردن که وعده ها به خاطر همین پیمان خود انور سادات هم توسط قهرمان ملی مصر خالد اسلامبولی از بین رفت و حسنی مبارک سر کار اومد. من میخوام یه تاریخچه از مصر رو خدمتتون گفتم. مصر 38مین اقتصاد بزرگ دنیاست، تولید ناخالص داخلی بالایی داره، سرانه تولید ناخالص بالاییش بالاست. مصر یکی از سازمانهای مؤسس مصر یکی از کشورهای مؤسس سازمان ملل متحد است. مصر یکی از مؤسسین جنبش غیر متحد هاست. مصر یکی از اساسی ترین کشورهای اتحادیه عرب، اتحادیه آفریقا، سازمان همکاری های اسلامی، مجمع جهانی جوانان و عضو بریکس هم هست. اقتصادش خیلی متمرکزه.
خب یه اقتصاد جایگزینی واردات آوردن در زمان جمال عبدالناصر. عرض کردم جمال عبدالناصر یه آدم سوسیالیست بود. البته من چیزی خدمت شما بگم توی پرانتز، مصر باعث شکوفا شدن چندین شرکت و بنگاه بزرگ دنیا شد، شاید خیلی براتون جالب باشه. یکی از شرکت هایی که توسط کشور مصر خیلی شکوفا شدن شرکت ناسیونال و پاناسونیک. آقای ماسوشیتا مؤسس شرکت ناسیونال و پاناسونیک تا قبل از جنگ جهانی دوم دینام دوچرخه درست میکرد. اون قدیمی ها یادشونه، یک دینام کوچیکی به چرخ عقب دوچرخه وصل میشد، با یه اهرمی که فشار میدادید این دینام به چرخ دوچرخه وصل میشد، با گردش چرخ دوچرخه این دینام شروع به تولید برق میکرد و چراغ جلوی دوچرخه رو روشن میکرد. آقای ماسوشیتا کارش این بود، تا اینکه دو تا خواننده افسانه‌ای در مصر ظهور کردند، یعنی ظهور سه تا آدم خوش صدا که یکیشون مسلمان بود، دو تاشون خواننده بودن، دو تاشون مرد بود، یکیشون زن بودن. جا داره اول از اونی که مسلمان بود و با صوتش 350,000 نفر غیر مسلمان مسلمان شدن، از اون شروع کنم که متولد سال 1900 در اسکندریه مصر، محمد عبدالواسط عبدالصمد، و بسیار خوش صدا، بسیار قاری برجسته ای که ما صدای صوتش رو تو همه مراسم های مذهبی خودمون میشنویم. دومین مرد خوش صدا عبدالحلیم حافظ بود و سومین فرد خوش صدا خانم ام کلثوم بود. همزمان با اینا بود که رادیوی قاهره هم شروع کرده بود به پخش برنامه‌ها و از این موزیکا پخش میکرد. خب آقای ماسوشیتا وقتی این موضوع رو فهمید که مصری‌ها و اعراب چقدر به صدای این سه نفر آدم علاقه مندن، اومد گفت من باید یک رادیویی با موج متوسط و دو موج درست بکنم که بازار خوبی در کشورهای عربی داره، و این رادیوی دو موج ناسیونال که به اندازه نصف صفحه این کامپیوتر من بود و صفحه روش هم نقره‌ای بود، شاید قدیمی‌های ایران هنوزم تو خونهشون پیدا بشه. مطمئن باشید اعراب خوزستان خودمون قدیمی‌هاشون همه یکی یکی توی خونهشون دارن، به خاطر شنیدن صدای عبدالواسط، صدای آقای عبدالحلیم حافظ و خانم ام کلثوم. خب یک شرکتی مثل ناسیونال رشد کرد و بعداً پاناسونیک رو به وجود آورد و الان ناسیونال و پاناسونیک توسط دو تا پسر آقای ماتسوشیتا که خودش فوت کرده داره ادارهش میکنه. بد نیست که راجع به شرکت ناسیونال و پاناسونیک من خدمتتون بگم، این اطلاعات رو داشته باشید، بد نیست. ترنوور مالی این دو تا شرکت به اندازه بودجه کل کشور یک سال ایرانه. این شرکت رو همون آدمی که دینام دوچرخه میساخت با استفاده از این رادیوها، و بعد خب ناسیونال دیگه اکتفا نکرد به اون رادیو دو موج، بعدن تلویزیون درست کرد، نمیدونم پلوپز درست کرد، یخچال درست کرد، تمام کالاهای برقی و لوازم خانگی رو درست کرد، مثل شرکت هایی که در خود ایران ما داریم. از سال 2000 به بعد اصلاحات ساختاری شامل سیاست‌های پولی و مالی، خصوصی سازی، قوانین تجاری جدید به مصر کمک کرد تا به سمت اقتصاد بازار محور حرکت بکنه و باعث افزایش سرمایه گذاری خارجی شد. رشد اقتصاد کلان مصر رو تقویت کرد و رشد خیلی خوبی ایجاد کرد. بیکاری در این کشور و فقر به حد قابل توجهی شروع به کاهش کرد و این کشور رو از نظر ثبات سیاسی یه مقداری تحکیم میکرد، حالا منهای اون انقلابی که در بهار عربی شد. و همین موضوع رشد اقتصادی مصر باعث شد به اروپا نزدیک بشه و اروپایی‌ها به خاطر این ثبات اومدن و سرمایه گذاری کردن. خیلی جالبه بدونید که حالا متوجه میشید که یهودیای حاکم بر بانک‌های جهان، یهودی‌هایی که مرکزشون در انگلیسه، چه نقشی در کشور مصر دارن. مصر تنها کشور غیر بریتانیایی است که واحد پولیش پونده. خودتون دیگه تا آخر متوجه میشید که جریان چی هست. مصر همونطوری که عرض کردم عضو کمسا یا اتحادیه آفریقاست
عضو بریکس، عضو WTO سازمان تجارت جهانیه. دقیقاً امروز که با شما صحبت میکنم جمعیت مصر 107,785,211 نفره. تولید ناخالص داخلی این کشور 1899 میلیارد دلاره. اگه با تولید ناخالص داخلی اسمی خود ما در ایران که 389 میلیارد دلار مقایسه بکنیم میبینیم نزدیک 6 برابر ماست. رشد تولید ناخالص داخلی 3% رو اینا داشتن توی 10 سال اخیر با همه گرفتاری‌هایی که داشتن. اگر سرانه تولید ناخالص داخلیشون رو ببینیم 17614 دلاره. با 3819 دلار خود ما در ایران اگر مقایسه بکنیم باز می‌بینیم نزدیک 5 برابر و نیم سرانه درآمد ایرانی رو دارن، در حالی که نفت هم ندارن به صورت، گاز هم ندارن. اقتصاد مصر 11.7% کشاورزیه که در کنارها و سواحل رود نیل، 34.3% فقط مربوط به صنعت کشور، اونچنان صنعتی نیست و خدماتش مخصوصا خدمات گردشگری درآمدی به اندازه 54% داره. تورمش در 10 سال گذشته به طور متوسط 17% بوده. 18% مردمش زیر خط فقرن. ضریب جینی متوسطی داره، از ایران بهتره. به حضور شما که شاخص توسعه انسانیش حدود 750 هزارمه، خوبه، از متوسط به بالای. از 107 میلیون نفر جمعیتش حدود 49 میلیون نفرشون کار میکنن. بازم اگر با ایران مقایسه بکنم، ایران کشور 90 میلیون نفریه که 23 میلیون و 800 هزار نفر توش کار میکنن، شغل دارن. متاسفانه یکی از مشکلات اقتصادی ما اینه. تازه از این 23 میلیون و 800 هزار نفر اخیراً شرکت‌های تاکسی رانی اینترنتی گزارش کردن که حدود 8 میلیون نفر از نیروی کار ایران در اسنپ کار میکنن، در جهت تولید نیستن، مسافرکشی میکنن. صنایع اصلی کشور مصر نساجیه که از زمان فراعنه مصر هم این صنعت نساجی وجود داشته، فراوری مواد غذایی، گردشگری، صنایع شیمیایی، صنایع دارویی، هیدروکربن های حلقوی، ساخت و ساز و سرمایه گذاری و امور عمرانی در کشورهای عربی، تولید کنندی بزرگ سیمان در افریقاست، تولید کنندی فلزات سبک هست و صادراتش در سال 53 میلیارد و 900 میلیون دلاره. نفت، کودهای نیتروژن و طلا از بزرگترین اقلام صادراتی کشور مصر است. خب به کجا مصر صادر میکنه؟ ترکیه شریک اول مصر با 8%، ایتالیا با 6.5%، امریکا با 6%، اسپانیا با 6%، هند با 5%، امارات متحده با 4.5%، عربستان سعودی با 4.4%، فرانسه 4%، بریتانیا 4% و یونان 3%. مهمترین مقاصد صادراتی کشور مصر هستند. اما وارداتش، وارداتش معمولا همه چیز تقریبا وارد میکنه به جز کالایی که خودش تولید میکنه. نفت تصفیه شده، بنزین، گازوئیل، روغنهای موتور در درجات مختلف، خودرو، ذرت، نهاده های دام. بیشترین واردات مصر از چین 17.5%، آمریکای 7%، عربستان 7%، امارات 6%، ترکیه است با 5%، هند با 4.5%، آلمان با 4% و ایتالیا هم با 4%، برزیل با 3% و فرانسه هم با 3%. بزرگترین کشورهایی هستند که به مصر صادرات دارند. 132 میلیارد و 477 میلیون دلار کشور مصر ارزش بورس سهامش در داخل کشور خودش. اما این کشور بدهی‌های خارجی زیادی داره، 162 میلیارد دلار بدهی داره، در حالی که کل صندوق ذخیره ارزش الان که خدمت شما هستم 46 میلیارد و 383 میلیون دلاره که آخرین آماری که اعلام شده از صندوق ذخیره ارزی در ژوئن سال 2024 بوده. اما ایران
کالاهای زیادی رو در سالهای اخیر به مصر صادر نکرده. متاسفانه ما صادراتمون در 10 سال گذشته زیر 10 میلیون دلار سالیانه به کشور مصر بوده، ولی الان داره روابطمون خوب میشه. دستگاه دیپلماسی ما در حال مذاکره با کشور مصر هستن و کشور مصر هم تمایل زیادی از خودش نشون داده به خاطر اینکه در ایران سفارتخونه داشته باشه، ایران در مصر سفارتخونه داشته باشه، بتونیم مراودات تجاری بسیار گسترده و خوبی داشته باشیم. خب سوختهای معدنی، روغنهای معدنی و محصولات حاصل از تقطیر این روغنهای معدنی و مواد قیری مهمترین صادرات ما تو 10 سال گذشته بوده. یه بخشی هم که کالاهای دولتی بوده ماشینالات، لوازم مکانیکی و رئاکتورهای هسته‌ای و بویلرها بوده. به جز گندم ما سایر غلات رو به مصر تونستیم صادر بکنیم. اما در حال حاضر برای تجاری میگم که خیلی دوست دارن که با کشور مصر کار بکنن، خوب دقت بکنن به این بخش از عرایض بنده. مصر علاقمند وسایل نقلیه غیر ریلی رو از ایران وارد بکنه، همچنین قطعاتش و لوازم جانبیش. ماشینالات و تجهیزات الکتریکی زیادی رو لازم دارن. عرض کردم چون صنعت گسترده‌ای ندارن، زیر 35% اقتصادشون به صنعت وابسته است. وسایل ضبط و رکوردرها رو خیلی از ما دارن تقاضا میکنن، مثل ضبط صدا، ضبط تلویزیونی، ضبط ویدیوها. پلاستیک و محصولات مشتق از پلاستیک، خصوصا ظروف آشپزخونه، لوازم خانگی، لوازم تزئین آشپزخونه، لوازم بهداشتی حمام و دستشویی، آهن و فولاد، محصولات دارویی، دانه های روغنی، میوه های روغنی، مصنوعات ساخته شده از آهن و فولاد، کشمش، سیب، عدس، لوبیا، نخود، ماش، زردالو، آلبالو، گیلاس، شفتالو، سنجد، زغال اخته، هندوانه، سیب زمینی، انگور، گلابی، گردو، گیلاس، فندق، گل محمدی، بادام، توت، سماق، آلو، گوجه فرنگی، فلفل دلمه‌ای در رنگ‌های مختلف، مخصوصاً فلفل دلمه‌های گلخانه‌ای ما، بادمجان، گل و گیاهان زینتی، پسته، سیب خوراکی، زعفران، میگو، خاویار، مغز پسته تازه یا خشک، مخمرهای غیر فعال. تو بخش صنعت تراکتور خیلی علاقه مندن با تراکتور سازی تبریز و قطعات تراکتور حتما همکاری بکنن. کمپرسورها، پمپ آب، پمپ باد، ماشینالات معدن، پیچ و مهره، انواع بولبرینگ، سوپاپ خودرو، پیستون خودرو، انواع الکتروموتور، انواع پمپ‌های هیدرولیک، پمپ کولر آبی، مواد پلیمری شیشه، مصنوعات شیشه‌ای، ظروف شیشه‌ای، مواد معدنی و سنگ، انواع خشکبار، محصولات پتروشیمی مثل پنتان، مثل پلی استایرن، قطعات ریختگری، وسایل مکانیکی، چرم و کفش چرمی، انواع کاشی و سرامیک، دستگاه های میوه خشک کنی، نه خود میوه خشک کن، دستگاه هایی که میوه رو خشک میکنه، رنگ و رزین، دارو رو که خدمتون گفتم، تخته های فشاری، دستگاه های فرمیکا سازی، شیرینی، شکلات، ماکارانی، کمپوتا، انواع کنسرو حبوبات، انواع ترشیجات، انواع میوه های خشک و بیسکویت، ویفر، نوغا، کراکر، کارامل، تافی، آب نبات، میشکا، تبریزی ها خوب دقت بکنن، پشمک، راحت الالقوم، انواع آب میوه، انواع نکتار آب میوه، مربا، آلبالو، پودر ژلاتین و تو بخش نفت و گاز هم گازهای نفتی مثل بوتان، پروپان، آلیاژ آهن، فولاد، انیدریت
فتالیک پلی استایرن غیر قابل انبساط و معمولیش پی وی سی، اسید سولفوریک، رزین های ملامینیک، کاتود، کاتود مس، روغن گریس و پلی اتیلن از درخواست هایی که برای سال 2025 و 2026 مصری ها از ایران خواهند داشت. تجاری که در این زمینه فعالیت میکنن و تجاری که دوست دارن با مصر در آینده نزدیک مراودی تجاری داشته باشن میتونن، اگر این مطالب منو ضبط کردن و یادداشت کردن، رو این بحثا کار بکنن. اصل و حتما خدمتون گفتم، اگر نگفتم باز مجددا یادآوری میکنم خدمتون که اصل وجل رویال بسیار بسیار تقاضای زیادی داره کشور مصر، که من امیدوارم تاجرای ما بتونن با استفاده از این مطالب در سالهای آینده ارتباط خوبی با کشور مصر داشته باشن و بتونن مراودات تجاری بسیار ارزشمند و مناسبی داشته باشن. تا کشور بعدی رو که خدمتتون توضیح میدم، همه شما رو به خداوند عزوجل میسپارم. امیدوارم موفق و مؤید و سرفراز باشید و بتونید از این اطلاعات به نفع احسن استفاده بکنید. خدا یار و نگهدارشون.